دلهوره. اینجا بیرون زندان سیلیوری، جایی که خانواده های سربازان متهم به شرکت در کودتا آمده اند تا شاید خبری از آنها بگیرند. هنوز سوال های زیادی درباره اتفاقاتی که اون شب در ترکیه و به خصوص در قرارگاه های نظامی افتاد وجود داره. اما از اون روز تا حالا هزاران افسر ارتش به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت شدند که حدود 5000 نفر از اونها سربازان وظیفه‌ای هستند که مدت زیادی از سربازیشون نمیگذشته. چوچوکلارمزو گوستیرمیولار بیزی. گوستیرمیولار. میگوید اجازه نمیدهند بچه‌هایمون را ببینیم. پسر این زن تنها یک هفته از سربازیش میگذشته. در آنکارا یه فرمانده که اونا نمیشناختن بهشون گفته برای امنیت راه باید راهی خیابون بشید. اما وقتی بچه ها مردم و آنکارا دیدن خودشون رو تسلیم ارتش کردن. آخه یکی که 7 روز سرباز شده چه میدونه کودتا چیه؟ در این تصاویر از آن شب استانبول که در یوتیوب دست به دست میشود، گروهبان بلال به مردم میگوید به آنها گفته شده بود مانوری در جریان است. ظاهرا در آن لحظات برادر بزرگش با تلفن به او اصل ماجرا را خبر میدهد. من خبرها رو که دیدم به برادرم زنگ زدم و گفتم پسر شما دارید کودتا میکنید. گفت داداش به خدا خبر ندارم. از ستاد ارتش به ما گفتن که مانور امنیتیه و ما الان بیرونیم. گفتم بلال مبادا از اینا اطاعت کنی. گفت مگه میشه ما چنین کاری کنیم؟ سربازی در ترکیه اجباری است و مثل هر ساختار نظامی اطاعت از امر مافوق در آن حرف اول و آخر را میزنند. خیلی از این خانواده ها معتقدند فرزندانشان قربانی فرمانبری شدند. مثل خانواده اکرم قوچ که تنها چند ماه به اتمام دوره خدمت پسرشان مانده بود. اعتبار ارتش دیگه از بین رفته. ما هم سربازی رفتیم. اونجا دستور مافوق حرف آخره. برای همین انتظار من به عنوان پدر اینه که حق و ناحق رو از هم جدا کنند و بفهمند که اینا فقط مأمور بودند و معذور. هرچند تعدادی از سربازانی که آن شب بازداشت شده بودند دیروز آزاد شدند، خیلی از خانواده ها نگران آینده آنها هستند. آخه کسی که یه هفته 20 روز سربازیش رو شروع کرده چه میفهمه سلاح چیه، کودتا چیه؟ اما آینده این بچه ها دیگه تباه شد. حتی اگه آزاد شد این اتهام همیشه رو آینده اونا سایه انداخته. دولت باید این لکه رو از رو اونها پاک کنه. بزرگترین نگرانی اینجا حالا این است که خشک و تر با هم بسوزند. دغدغه‌ای که این روزها در ترکیه به وضوح حس می شود. نفیسه کوهنورد، BBC استانبول.